عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو به من اختصاص دادین تا در برنامه اینفوگرام خدمت شما عزیزان باشم خب حتما خبری که شب گذشته منتشر شد رو همه شما شنیدید اون هم مبنی بر کیفرخواست دادستان به عنوان مدعی العموم علیه تعدادی از بازیگران خانم سینمای ای ایران به زمینه یک فعال ای به اسم امید توشه خب واکنش های مختلفی رو از جانب کاربران شبکه های اجتماعی دیدیم ادهی اده زیادی انتقاد کردن مخالف این اتفاق بودن ادهی هم که نزدیک هستن به موازه حاکمیت طبیعتا سعی کردن که این رو به فال نیک بگیرن و یک گام مثبتی در جهت یک دست کردن جامعه ببینید وقتی ما داریم راجع به دادستان صحبت میکنیم دادستان یک شخص نیست که در اختیار یک نهاد دولتی یا یک نهاد حاکمیتی قرار بگیره برای اینکه در راستای پیشبرد احت... پیش اهداف اونها بخواد اقداماتی رو انجام بده دادستان یعنی مدعی العموم یعنی به نوعی میشه گفت دادستان در مواردی و در جرایمی وکیل مدافع جامعه است و از جانب جامعه نسبت به یک جرمی که صورت گرفته واکنش نشون میده گاهی این واکنش به واسطه کیفرخواستی است که دادستان صادر میکنه علیه یک متهمی که به حال جرمی رو ممکنه انجام داده باشه چه زمانی باید این اتفاق بیفته زمانی که نظم و امنیت اجتماعی نظم عمومی کشور مختل شده باشد ازهان مردم مشوش شده باشند در این موارد دادستان وارد عمل میشه کیفرخواست صادر میکنه و متهمینی رو در این زمینه جلب میکنه گفته شده که هنرمندانی که دست به نوعی کیفرخواست علیهشون صادر شده اینها نشر اکازیب کرده خب اگر نشر اکازیب یعنی اینکه آقا من نگاه متفاوتی با دولت یا حکومت دارم یا من منتقد سیستم هستم یا نشر اکازیب اگر معنیش اینه که آقا من اجازه اظهار نظر ضد آن چیزی که رئیس جمهور یا دولت مردان یا نمایندگان مجلس میاندیشند یا بیان میکنند نداشته باشم خب باید همه رو دستگیر کنید پس همه رو باید جلب کنید چگونه است که چهار تا هنرمند خانومی که اکثر قریب به اتفاقشون هم اینها افرادی بودن که از هجاب اجباری و هجابی که مورد نظر وزارت ارشاد و حکومت هست تبعیت نکردن از غذا هم اینا محکوم شدن یا متهم شدن به نشه عکازی اشکال نداره ما میگیم آقا اصلا اینا نشر عکاذیب کردن حقشون هم هست باید بیان پاسخگو باشن اگر استدلالی دارن دلایلی بر صدق گفتارشون دارن بیان کنن اگر هم ندارن محکومشون کنید ما اصلا من اینجا ننشستم از سلبریتی های و هنرمندان دفاع بکنم هر کسی هر جرمی رو در هر نقطه از دنیا که انجام داده باید پاسخگو باشه اگر جرمی انجام داده باشه اما سوال چگونه است که اظهار نظر چهارتا تا هنرمند نسبت به درگذشت آرمیتا گراوند میشه نشر اکازیب بعد زمانی که افراد نزدیک به مواضع سیاسی و فکری شما در دولتهای گذشته رسما مسئولین ارشد این نظام رو که باز مورد تایید نهادهایی مثل شورای نگهبان قرار داشتن همون شورای نگهبانی که باز شما قبولشون دارین تفکرات و عقایدشون و تصمیماتشون نسبت به گزینش کاندیدای ریاست جمهوری و نمیدونم اعضای مجلس و خبرگان و اینا, رو این آدم هایی که به عنوان گزینشگر هستن رو شما قبول دارین رئیس جمهور از دل این قضاوت و گزینشگری اومده کاندیدا شده تعدادی مردم هم اومدن بهش رأی دادن در دولت گذشته حسن روحانی آقای سعید قاسمی رسما رسما پشت تریبون در حال سخنرانی دولت مردان زمان و وقت رو محکوم به خیانت میکنه میگه اینا خائنه میگه رئیس جمهور نمیدونم جاسوسه آقای حسن عباسی میاد سناریو مینویسه که آقای روحانی کجا چگونه به چه شکل اصلا خیانت کرده به مملکت بعد اینا نه تنها راست راست میچرخن نه تنها راست راست میچرخن بعضا دیده شده که یک هفته ده روز بعد از فلان سخنرانی آقای حسن عباسی یا سعید قاسمی آدم هایی که موضوع اتهام وارد... بودن در سخنرانی اون افراد دستگیر شدن یعنی اینها نه تنها نباید پاسخگو باشند بلکه بهشون امتیازاتی هم انگار دادن که در صورتی که شما احساس خطر میکنید که مثلا فوتبالیستا جامعه ورزش سینماگرا سلبریتیا الان ممکنه منافعتون رو به خطر بندازن به ما اطلاع بدین برید یه سخنرانی کنید کاریتون نباشه ما هفته بعدش میریم اینا رو میگیریم کما که آقای حسن عباسی سال گذشته اومد راجع به فوتبالیستا و همسرانشون و سبک زندگیشون کلی انتقاد کرد و بعد یه ماه نشد دیدیم که آقای ماهینی پرویز برومند ایکس و ایگره گوشه زندانه علی دایی و بزرگان فوتبال کشورمون هم که یه شکل دیگری یا آقای سعید قاسمی دقیقا یک سال دو سال بعد از اون سخنرانی های کوبنده علیه دولت حسن روحانی در بیت آیت الله خمینی حاضر شد و در کنار آقای رئیسی و سید حسن خمینی سخنرانی پرداخت و تازه با یک دیدی از بالا به پایینی که مثلا آقای رئیسی حواست باشه ها ما درست الان ازت حمایت کردیم و مسیر خارج نشی خب اگر قراره که اینجا یه عده حق داشته باشن تشویش از عمومی بکنن آرای مردم رو نادیده بگیرن سبک زندگی مردم رو به باد انتقاد و تهمت و هزار جور مسئله دیگه بکشن راست راست بگردن چهار تا هنرمند به خاطر که شبیه شما فکر نمی کنن، محکوم بشن به نشر عکازی پس این میشه تبعیض این دیگه عدالت نیست اسمش شما فکر نکنید من اینجا الان دارم از دولت مثلا حسن روحانی یا اصلاح طلب ها دفاع میکنم و شاید هیچ کدوم شما که دارید این برنامه رو میبینید به اندازه من در زمان حیات سیاسی اونها توییت و نقد و یادداشت ننوشته باشید خیلی عضو میخوام ولی شاید خیلی هم جرأت نوشتنش هم نداشتیم اینکه شما بشینید توی آمریکا و کانادا و انگلیس و اروپا و اینور اونور لیچار بار مسئولین بکنی که شجاعت و جسارت نیست اسمش شما هر واقع تو این کشور بودی محدودیت ها رو دیدی و چشیدی و با این حال به خودت اجازه دادی که اظهار نظر بکنی انتقاد بکنی اون موقع است که میتونی بگی که من آدم شجاعی هستم ولی اینکه شما تکیه بدی به کاناپت در یک کشور خارجی بعد بگی که آقا اینا بالا چششون ابروه خب هست که هست تو رو نه تو که رفتی داری زندگی تو یه جای دیگه میکنی ایشالا هم لذت ببری یا اگر داری اونور انتقاد میکنی ای کاش اینجا هم بودی انتقاد میکردی آخه بعضی ها اینجا که بودن اصلا شرطشون متفاوت حالا که رفتن اونجا شدن منتقد شدن معترض شدن انقلابی مثل همین جوجه سلبریتی هایی که تا چهار سال پیش تو صدا و سیما کار میکردن بعد الان شدن و پرچم داره علم داره اپوزیسیون همین فکر کنم همین امروز یا فردا یه فیلمی داره اکران میشه که حمید فرخ توش بازی کرده یعنی حمید فرخ نژاد فکر میکنم الان حدودا یک سال از ایران خارج شده من از زمان خروج ایشون از ایران تا همین امروز بالغ بر ده فیلم و سریال دیدم که حمید فراخ نجات نقش اصلیش بوده یعنی ایشون تا قبل از خروجش از ایران بارشو بسته بوده حسابی تو هفتاد درصد فیلم ها و سریال ها هم حضور داشته عین این هفتاد درصدی که ارز میکنم تهیه کننده هاشون آدم های ولایی و ارزشی و هزباللهی و چه و چه بودن پولش هم از همهشون گرفته گذاشته رفته اون بند. این شجاعت نیست اسمش اون ور چاپیدی حالا میخوایی بیای اینا رو بچاپی اینا رو هم بچاپ بنابراین این یه نکته اصلا تصور نشه که من دارم مثلا اینجا از دولت خاصی یا شخصیت خاصی دفاع میکنم همه مسئولین ما در دوره حیات سیاسیشون قطعا نقطه مهمی بهشون وارده بعضیا حداقلش اینه که ارزه و توانایی اداره کشور رو داشتن بعضیشون هم نداشتن و ندارن و اگر شما دارید این کارا رو میکنید این کیفرخواستا رو میدید که دهن مردم رو ببندید که به مردم بگید خفشید حرف نزنید اعتراض نکنید مخالفت نکنید این بازی براتون باخته دلیل اینکه امروزه رسانه های بین المللی. نوع روابطی که مردم در سطح جهان با هم دیگه دارن تعاملات اجتماعی که به واسطه گسترش و نفوذ اینترنت ایجاد شده این جواز و اجازه رو به کسی نمیده که بخواد یک جامعه رو یا یه اشخاصی رو محدود بکنه به اینکه آقا فلان حرف رو نزنید فلان دغدغه رو بیان نکنید اعتراض نکنید همه باید گل و بلبل تعریف بکنن از حکومت و دولت این خبرها نیست خودتونم فریب ندید روز گذشته آقای قالیباف یک سخنرانی داشت روز گذشته که منظورم مثلا شاید دو سه روز قبل بود که بله در سال گذشته تعدادی ارازل اوباش رژیم سهیونیستی آمدن در خیابانها و چه کردند و چه نکردن آقا عزیز من شما تا زمانی که مخالفین خودتون رو به رسمیت نشناسید و این حق رو برای مردم قائل نشید که علیه شما یا ضد شما اعتراض خودشون رو بتونن بیان بکنن نه تنها مسیر رو به جلو نخواهد رفت بلکه روز به روز شرایط خطرناکتر میشه برای ادامه حیات سیاسی تو. این رو خطاب به همه گروه ها میگم اپوزیسیون رو هم شامل میشه تا زمانی که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و یا هر گروه جناه دیگری که داره فعالیت سیاسی میکنه مخالفینش رو به رسمیت نشناسه و نپذیره که آدمهایی ممکنه وطن پرست باشن کشورشون رو خیلی دوست داشته باشن اما استراتژیشون، ایدئولوژیشون یا نگاهشون نسبت به مسائل متفاوت باشه حتما اون گروه و جناح در هر قالب و هر شرایط و هر تیپ و قیافه محکوم به شکست میخواد فکل باشه میخواد چفیهی باشه دیدم که میگم نگاه کنید ببینید که میرید با اپوزیسیون صحبت میکنید اصلا یورو حاضر نیست شما رو گوش کنه میگه ببینم چقدر پول گرفتی این حرفا رو میزنی جمهوری اسلامی چقدر به پول داده داری این حرفا رو میزنی میری با جمهوری اسلامی یه صحبت میکنی میگه آقا از رژیم صهیونیستی چقدر شما ساپورت شدید که اومدید دارید این کارا رو میکنید امنیت جامعه رو با مخاطره مواجه میکنید. یعنی هیچ کدوم این گروه ها حاضر نیستن بپذیرن که آقا ما موافقانی داریم مخالفینی هم داریم و اگر مخالفینی داریم الزاما این مخالفین ما مزدور و جاسوس و خائن و چه و چه نیستن و ممکنه از ما هم وطن دوستر و وطن پرستر باشن اما خب نگاهشون متفاوت ما فکر میکنیم پیشرفت توسعه و کشورمون از این مسیر بعد سپری بشه اونا میگن نه آقا اون مسیر به هیچستان میخوره ما باید از این مسیر به توسعه برسونیم کشور ولی الزاما این دو نگاه به معنی این نیستش که یکیشون بر حق یکیشون ناحق بنابراین این نکته بسیار مهمه اشتباهی که در حکومت قبل صورت گرفت رو تکرار نکنید محمد رضا شاه پهلوی به ویژه در دهه پنجاه رو عرض میکنم کاری به دهه بیست و سی حکومت چهل ندارم در دهه پنجاه به دلیل اینکه به هر حال کشور به یک توسعه اقتصادی رسیده بود در حوزه صنعتی پیشرفت صورت گرفته بود عمران و شهرسازی گسترش عجیب و غریبی پیدا کرده بود اصلاحات ارزی داشت فازهایی رو پیاده می کرد و شاه به گمان این بود که الان باید کشاورس ها و روستاییان ها آشغانه او رو بپرستن چون با طرح اصلاحات ارزی باعث شد که اون نظام ارباب رعیتی در ظاهر فرو بریزه اما همه اینها یک جلد بود یک ظاهر بود بله ما توسعه اقتصادی داشتیم توسعه صنعتی داشتیم اقتصاد ما تا اندازه زیادی رو به رشد قرار گرفته بود چندین سال پیاپی در بویژه دولت آقای هویدا ما رشد اقتصادی داشتیم که خب این برای دولت های بعد و قبل از ایشون اتفاق نیفتاده بود همه اینها درست و شاه وقتی که در سال 53-54 میگفتن فلان دانشگاه شلوغ شده به علم میگو خب چرا خب چی میخوانیم مردم هر کاری خواستن کردم شهر رو توسعه دادم توسعه صنعتی اقتصادی وضعیت معیشتی مردم که روز به روز داره بهتر میشه یه کاربند یه کارگر با چهار سال پنج سال کار کردن و یه وام گرفتن و اینور اونور میتونه یه خونه بخره حالا یکی خونه نقلی جنوب شهر یکی خونه آنچنانی شمالی شهر. بله اون زمان هم به قول نشین و حلبی آبادم بود ما نمیگیم بالاخره در هر جامعه ای قش هستن ولی بخش قابل توجهی از جامعه ایران دغدغه اقتصادی و معیشتی دیگه نداشتن و شاه تصورش این بود که فقط زمانی مردم به سطوح میان و معترض میشن که این دغدغه ها را داشته باشن یعنی نیازهای طبیعی و عادی زندگیشون تأمین نشه اما فراموش کرده بود که اگر شما نیازهای عادی جامعه رو تأمین بکنی مردم دقدقه های مهمتری پیدا میکنن تا زمانی که شما دقدقه این داشته باشی که شکم بچه تو چطوری سیر بکنی اجاره خونه تو چطوری پرداخت بکنی قبض آب و برق و تلفن تو چجوری بدی بله اصلا فرصت نمیکنی به دقدقه های مهمتری مثل آزادی و عدالت و رفع تبعیض و نمیدونم اخلاقیات و این چیزا بپردازی اصلا دقدقت اینا نیست چون دقدقت خیلی نازلتره چون چالش اصلی زندگی اینه که چجوری بخوای ماهتو سر بکنی چجوری سرپناه داشته باشی که از سرما و گرما تلف نشی اما زمانی که شما دقدقه های اولیت تمیم میشه دیگه میری سراغ مباحث مهمتر عدالت اجتماعی رفع تبعیز آرمانخواهی و شاه این قسمت قصه رو نخونده بود برای همین بود که در کنفرانس مطبوعاتیش در مرداد 57 شوک شده بود از اینکه میگفت حالا آره ما دیده بودیم یه سری این توده یا این فریب خورده هایی که دو تا کتاب مارکسیستی خونده بودن و تحت تاثیر برحال اون جو جهانی قرار گرفته بودن اومدن یه شلوخ کاریایی میکردن شاه تعجبش این بود که چرا روحانیون به مخالفت با او برخواستن چرا روحانیون دارن مردم رو ترغیب و تهیج میکنن که علیه او به پا بخوان چرا چون شاه میگفت من که اینا رو ساپورت کردم احترامشون هم نگه داشتم قریب به اتفاقشون رو تو جامعه هم که از حوزه نفوذ خوبی برخوردارن هر جا خواستن سخنرانی کردن تریبون داشتن این ور اون ور اعتبار دارن بوجه هایی هم که خواستن رو بهشون اعطا شده بهشون دادیم دیگه اینا چه دردشونه چه مرگشونه شاه نمیدونست فاصله بین آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و ثبات اقتصادی اختصاص... انقدر زیاد شده که توی اون شکاف توی اون دره همه دیگه جا میشه از اون آخوندی که تو ساپورتش میکردی تا اون توده ایه. از اون کارگره تا اون کارمنده و مدیره ماجرا این بود چون شاه تصوری نداشت که اقداماتی که انجام داده بخواد مخالفتی برش به وجود بیاد چون میگو من که دارم در مسیر رشد و توسعه و اطلاع کشور گام برمیدارم مگر ممکنه مردم ایران مخالف این اقدامات و مخالف این حرکات باشن اما نمیدید گاف قضیه کجاست به همین دلیل مخالفینش رو به رسمیت نمیشناخت و عمدتا سعی میکردین مخالفین رو به شرق و غرب و شمال و جنوب وصل بکنه کاری که الان هم دارن میکنه آقایون مخالفین خودشون رو نه تنها نمیتابند. حتی به رسمیت هم نمیشناسن به همین دلیل تا یه یعنی چهار نفر میان کف خیابون اعتراض میکنن میگن اینا که اسرائیلی هن اینا که مزدورای انگلیس هن ما تحقیق کردیم دیدیم اینا از کجا پول گرفتن از کجا پول نگرفتن اینا فلان میکنن اینا بهمان میکنن آقا اینجوری نیست شما مخالفینی دارید مخالفین قابل توجهی هم دارید بی کفایتی بی مسئولیتی ناکارآمدی هم دارین و تا زمانی که صدای مردم رو نشنوین و مخالفین رو به رسمیت نشناسین حتماً به شرایط بدتری سوخ پیدا میکنه کشور و حیات سیاسی خودتون اگر شما فکر کردین چارت سلبریتی و هنرمند رو خفه کنید مردم خفه میشن نمیشن دیگه آقا نمیشن دیگه شما چگونه است که اظهار نظر راجب آرمیتا رو نشر عکازی و تشویش اسهان عمومی قلمداد میکنید اما اینکه مدیران ارشدتون در سازمان صدا و سیما این نهاد رو این نهاد مهم رو به یک لجنزار تبدیل کردن تا جامعه ایران بشینه پای تلویزیون هایی که بودجه رسمیشون رو ریاض و تلاویف دارن پرداخت میکنن خب این ناامنی نیست این خیانت به مملکت نیست اینکه شما چهار نفر رو بیارید تو تلویزیون که خونواده هاشون هم به زور اینا رو میشناسن و این باعث بشه که چه در حوزه تولید محتوا چه در حوزه جذب مخاطب با یک افت شدید مواجه بشید و مخاطبینتون به دلیل عدم اعتماد وافری که به صدا و دارن و عدم جذابیت های برنامه ساز و برنامه های شما رو بیارن به تماشای برنامه های شبکه منوتو ایران اینترنشنال این خیانت نیست شما عملا دارید تریبون رو در اختیار م... نه مخالفین خودتون بعضا مخالفین و معترضین به منافع کشور قرار میدید شما نحوه تولید محتوا در شبکه ایران اینترنشنال و مناتو ببینید آیا این تولید محتوا در راستای منافع ملی ما بوده تا امروز اصلا جمهوری اسلامی و حکومت و دولت رو ببوسید بذارید کنار بگیم کشور ما ایرانی کدوم تولید محتوای این حضرات مبتنی بر منافع ملی ما بوده و کدوم تولید محتوای این حضرات مبتنی بر منافع اسرائیل بوده ایران اینترنشنال که اولا شده بلنگو و بونگای سخن پراکنی اسرائیل اسرائیل اینترنشنال به نظرم نام برگزیده است باور کنید از از سر دلسوزی دارم میگم من تعصب ندارم ممکنه چهار تا دوست و همکار قدیمی من چهار تا همکلاسی منم الان اونجا باشن من سیاست های رسانه ای رو دارم اینجا راجبش صحبت میکنم من کاری به افراد و نفرات ندارم ممکنه شما دوستی خانواده فامیلی کسی رو اونجا داشته باشین یا اصلا سمپات باشین یه مجری رو دوست داشته باشین کله ما اینجا باید بیایم سعی بکنیم را در ارتباط با سیاست های کلان یک رسانه صحبت بکنیم چون سیاست کلان یک رسانه رو نه فرداد فرهزاد تعیین میکنه نه سیما ثابت زمانی که حضور داشت تعیین میکرد نه هزار ایکس و ایگرگ دیگه افرادی که بودجه و تأمین هزینه های یک رسانه بر عهدهشون هست اونها به شما میگن که باید در راستای چه اهدافی گام بردارید آیا ایرانی ها دارن بودجه ایران اینترنشنال رو تعمین میکنن خیر آیا ایرانی ها دارن بودجه من تو رو تعمین میکنن خیر پس منتظر نباشید این رسانه ها برای شما در راستای منافع ملیتون تولید محتوا داشته باشن بله ممکن یه حرفایی بزنن ما همه خوشحال بشیم دوست داشته باشیم بگیم چه حرف درستیه ولی حتی حرف درست اگر بنا باشه نهایتا منجر بشه به حفظ منافع یک کشور دیگه یک گروه دیگر به درد ما نمیخوره کما این که دیدیم در چند سال اخیر به جای اینکه ایجاد همبستگی بکنن جز تفرقه کاری نکردن حالا بگذریم از پروژه نفوذ در میان رؤسا و سردبیران اصلی این شبکه ها اصلا پرسنل عادیش هم کار ندارم نفوذ در میان رؤسا و مدیران ارشد این رسانه ها وقتی آقای رمزان پور میشه سردبیر ایران اینترنشنال کسی که معاون وزارت ارشاد در زمان آقای خاتمی بوده شما نمیتونید انتظار داشته باشید که بیاد آقای شاهزاده رضا پهلوی یا هر ایکس و اگرگ دیگری رو براتون بسته بندی کنه کادو بیچ بفرسته ایران اینها بودجهشون رو از اون ور میگیرن منافع اونا هم دارن نسبت بهش ترتیب اثر میدن و در منافع اروپا و آمریکا این نیست که سیستم فعلی در ایران سقوط بکنه بذارید سریح بهتون بگم اروپایا و آمریکا به هیچ عنوان دلشون نمیخواد سیستم سیاسی فعلی در ایران سقوط بکنه حتی اسرائیل چرا نمیخواد به خاطر اینکه میگن اگر ایران تبدیل بشه به یک کشوری که درش آزادی های اجتماعی اصلا میگیم آزادی سیاسی هم نباشه درش آزادی های اجتماعی حداقل به اندازه ترکیه لحاظ بشه حتما به قطب گردشگری منطقه خاور میانه و بلکه جهان تبدیل خواهد شد و اون موقع دیگه اقتصادش مبتنی بر نفت نخواهد بود کمان که در دوره پهلوی هم ما از المپیک 1984 به بعد بنا بود که اقتصادمون دیگه مبتنی بر نفت و فروش و استخراج نفت و اینها نباشه کلا و تبدیل میشه به یک قطب اقتصادی مهم که نه عرب ها دوست دارن ایران به همچین قطبی تبدیل بشه نه اسرائیل چرا چون اگر ایران به یک قطب اقتصادی قدرتمند تبدیل بشه طبیعتا به لحاظ نظامی هم رشد و توسعه قابل ملاحظه خواهد داشت و اسرائیل نسبت به رقیب دیرینه خودش حتما احساس ضعف خواهد کرد ضمن اینکه کشورهایی مثل آمریکا و اروپا تجربه ای از به قدرت رسیدن افراد یا سلسله هایی داشتن که در ابتدا باشون همخانی داشتن و در ادامه به منتقدین و حتی بعضا مخالفین اون سیاست ها و اون حکومت ها پرداختن مگر رضا شاه رو انگلیس ها بردن بله انگلیس ها بردن. اما رضاشاه شاه از نقطه که احساس کرد آلمان منافع ایران رو به زم و به تعبیر او بیشتر تأمین میکنه از انگلیس فاصله گرفت چون رزاشا آدم وطن پرستی بود رزاشا به محض اینکه دید آلمان ها ممکنه بتونن در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ در جهان تبدیل بشن و منافع دراز مدت ایران رو تأمین بکنن از انگلیس فاصله گرفت و همون هم باعث سرنگونی شد محمد رزاشا هم همینطور محمد رزاشا هم درست در نقطه که احساس کرد از منظر رشد و توسعه اقتصادی از این منظر که میتونه تعیین کننده ویژه قیمت نفت برای بازارهای جهانی باشه و همینطور توسعه خرید تسلیحات نظامی او رو به یک قدرت منطقه‌ای و به ژاندارم خلیج فارس تبدیل کرده آمد و مخالف خونیاش رو با دنیای غرب آغاز کرد مصاحبه کذایی محمد رضا شاه نسبت به چشم آبی ها رو حتما در یاد داشته باشید اون هم پاشنه آشیلی شد برای اینکه او رو حذف بکنن و الان اینها دارن با یک سیستمی کار میکنن که علاوه بر اینکه در ظاهر داره باشون دشمنی میکنه نمیدونم نسبت به بسیاری از سیاست هاشون ممکنه در ظاهر همخانی نداشته باشه اما اینا پشت پرده بسیار, بسیار موفق و محترمانه دارن سیاست های خودشون رو پیش میبرن و توافق های خودشون رو هم دارن کلید میزنن شما ببینید در همین یک سال گذشته سیاستمداران اروپایی و آمریکا یه حرف میزدن ولی در پشت در به قول معروف پشت اتاقهایی که درپاش رو بسته بودن چیز دیگری میگذشت توافقاتی که بعضا دیدیم پول های آزاد شده ایران زندانی های آزاد شده آمریکایی اروپایی تبادل زندانی ها اینا همه توافقات پشت پرده است بنابراین به این شعارها گوش نکنید این رسانه ها نیمدن که مردم عزیز ایران امنیت شما رو تعمیم کنن اما به اعتقاد من پروژه نفوذ داخل صدا و سیما باعث شده که مردم کلا زده نسبت به تلویزیون ایران و پناه ببرن به این شبکه ها و این اگر خیانت نیست اگر این رو نباید علیهش موزگیری کرد اگر علیه مسببین این امر نباید کیفرخواست خواست صادر کرد پس اینکه چهار تا هنرمند و شما اونم تو این شرایط بیا علیهشون کیفرخواست صادر کنی که دهنشون رو ببندی به خدا خانم مریم مومن از بازیگران جوان تلویزیون و باید سینما فکر نمی کنم فعالیتی داشتم بیشتر در تلویزیون بنده ایشون رو دیدم اومده استوری گذاشته برای یک فیلم تاریخی برای یک فیلم تاریخی نیازمند یک بازیگر اصلی مرد هستیم با قد بالای 180 سن بین 25 تا 35 سال خوش قیافه خوش چهره. چرا به خاطر اینکه بازیگرا رو یا فراریشون دادین یا ممنوع فعالیتشون کردین یا خودشون دیگه تمایل ندارن کار بکنن پناه آوردید به چهار تا پست و استوری که تو خیابون جوونا رو جمع بکنید بیارید یه پول کمی هم بهشون بدید بازیگر نقش اول فیلم و سریالتون هم بشن خندهدار نیست جامعه ای که هنرمندان اصیل خودش رو کنار میگذاره و بعد میره از خیابون و سر میدون و کوچه و کوچه و گذر قلی و فلان میخواد بازیگر جمع کنه بیاره براش ایفای نقش بکنه زیاد صحبت کردم سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بدونیم داریم چی کار میکنیم بدونیم داریم چی کار میکنیم. خدا نگهدارتون باشه به امید دیدار تک تکتون